بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم آزر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 671 که عبارت از کمیونیتی اکوارد نمونیا می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم امیدوار هستم که مورد استفاده شان قرار گیرد اما عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که از طریق این سایت خدمت شما تقدیم میگردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان میکنیم و از شما خواهشمندیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان امرای ما امکاری نمایید سبب مراجعه و تاریخچه مریض برای ما یک می کنه که یک مریض 60 ساله می باشه نزد شما به امرجنسی روم آورده میشه امرا با تب لرزه و صرفه های بلغمدار از چهار روز به ای طرف البته از دو روز به این طرف نزد مریض به اشتیایی و ایصالات هم پیدا شده می باشه مریض امرای کدام شخص مریض تماس نداشته و همچنان سابقه مسافرت هم نمی داشته باشه مریض از دل بدی قیات، دردهای درد بدنی دردهای های صدری و پرش قلبی شاکی نمی باشه در قسمت پس مدیکال هیستری مری سابقه هایپرتنشن از نقطه نظر سوشیل هیستری مریض از سیگرت و دراگ استفاده نمی کنه اما از مشروبات الکلی به صورت سوشال استفاده می کنه در قسمت ریویو سیستم با استثناء نقاطی که قبلا خدمت شما عرض کردم کدام نقطه مثبت دیگر نزد مریض زیاده نمیشه از نقطه نظر فیزیکال اگزامنیشن یک شخص میان سال می باشد در مایلد ریسپراتوری قرار می داشته باشه. در ویتل ساین تیمپریچر مریض 103 دیگری فارنهایت تکی و تکیب نیام و فشار خون مریض 170 بر 85 بلند می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامنیشن در ماینات ریوی مریض رایت بیس کرکلز و یا کرپیتیشن شنیده می شه. بقیه ماینات فیزیکی ان رمارکبال می باشه. در ماینات لابراتوری در سی مریض یک گلوکوسی توسی یاز ده هزار دیده میشه. بی ایم پی مریض یک تریمیا و کراتین مریض 1.1 تا اندازه بلند می باشه. ارتریل بلاد گس مریض در رومیر ایر هایپر و های ای گریدین هایپاکسیمیا را نشان می چه سکسری مریضه اگر که پی ای ریویو را مورد مطالعه قرار بتین رایت لور زون و یا الویولر انفلتریت نشان میده اگر لاترال ویو اکس ری مورد مطالعه قرار بتین انفلتریت در قسمت پوستیریر یعنی رایت لور لوب پوستیریر سگمنت انفلتریت نشان میده همچنان نزد مری سیتی آف د چست صورت میگیره اگر شما توجه کنین به طرف راست مایلد pleural فیوژن و همچنان میدیستینال adenopathy دیده شده میدانه البته در کت پایانی رایت لوول و پوستیریر سگمنت با وضاحت الویولر infiltrate نشان میده اسیسمن و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان کمیونیتی acquired نمونیا میباشه بناهن در نزد مریض کلچر صورت میگیره یورین، سترپ انتیجن و لیژنالا انتیجن فرستاده میشه شه. که در نزد مریض شروع می عبارت از 1 گرام آیوی پیگی با Q24 آور و همچنان از لیترومایسین 500 میلی Q24 آور می باشه. همچنان به مریض آکسیجن، و یا که اکسیژن سچوریشن بالاتر از 92 فیصد نگاه می کنند. همچنان برای تو مریض تایلنال 650 میلی میلیگرام از نید توصیه میگردد. البته با امی که یعنی روسیفین و زیترومکس آیسته آیسته وزی مریض بیهبوت آسل میکنه و روز چارم که مریض با اولوکس، که کوینلون می باشه 400 میلی روزانه برای پنج روز دیگه ادامه میدن البته مریض رخصت میشه و همچنان اپوینمنت برای فالو آب در کلینیک داده میشه همچنان نزد مریض توسیه میگرده که بعد از شش هفته چست اکسری از آوت پیشن نزد مریض صورت بگیره مرواریت هایی را که دکتر جوان ما در باره کمیونیتی اکوایت نمونیا جمع آوری کرده قرار زایل می باشه. از نقطه نظر اپیدیمیالوژی کمیونیتی اکوایت نمونیو در ایالات متحده امریکا سبب ششم عمده مرگومی را تشکیل میده. البته سبب عمده مرگومی را در امراض انتانی کمیونیتی اکوایت نمونی تشکیل میده. سالانه در امریکا در حدود 3 میلیون به این مرض مبتلا گردیده در حدود 500 هزار مریضا بستر میشن 45 هزار از این مریضا آیات خود از دست میدن. مصارفی که متعاقب کمیونیتی اکوایت نمونیا در امریکا پیدا میشه سالانه در حدود 21 بیلیون دلار می باشه از نقطه نظر اسباب و یا ارگانیزم که باعث کمیونیتی اکوایت نمونیا در امریکا میگرده 36 فیصد واقعات که the most کامن کازش استرپتوکوکسای نمونیا می باشه با درجه دوم 13 فیصد واقعات عاملش ویرس که شامل انفلوeنزا ویرس هرپ سیمپلکس ویرس وریسلا زوستر vیرس سایتومیگالی ویرس و میزل می باشه جای دلچسپی اس که 45% فیصد واقعات عامل مرض معلوم نمی باشه البته 6 فیصد واقعات بکتریای دیگر که شامل اچ انفلوئنزا استافیلوکوکسای اوریوس کلامیدیا نمونیا مایکوپلازما نمونیا کوکسیلا برنیتی لیجنلا نمونیا و کلپسیلا نمونیا با اس کمیونیتی اکواید نمونیا می‌گردد. از نقطه نظر سریریات معمولا به دو کلاس عمده کمیونیتی اکواید نمونیا تقسیم می گرده. یکی عبارت از تیپیکل کمیونیتی اکواید نمونیا که عامل مرضی استرپتوکوکسای نمونیا و دیگه عبارت از اتیپیکل کمیونیتی اکواید نمونیا که در این جمله انفلوئنزا وایرس مایکوپلازما کلامیدیا و لیجنلا شامل می باشه. از نقطه نظر اعراض و علائم باید به خاطر داشته باشین در کلینیک معمولا مریض ها امرا با صرفه ها که میتونه پروداکتیو و یا سرفه های خشک باشه تو لرزه اسرت های تنفسی خستگی و دردهای های ازلی و بالاخره جی آی سمتوم مخصوصا در لیژنل آنمانیا بیشتر دیده شده میتانه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامنیشن در مریضایی که نومونیا می داشته باشند نایی معوفه با قرح دالنس کرکلز و رول ازغام می شه برانکیل بریت شنیده می و بالاخره در نایی ایگوفونیا هم شنیده می ماینات روتین لابراتوری که در نزد مریضا صورت میگیره معمولا چست اکس ری، لوکوسید کاونت، بلغم مریضا با گرام بلاد بلد کلچر و بلاخره سیرم و یورین، استرپ انتیجن و لیجنلا انتیجن هم فرستاده میشه. در قسمت تداوی مریضا باید به خاطر داشته باشین اگر مریضا را شما میخواین از آفیزتان رخصت کنین میتونین از مکرولایت، فلورو و داکساسیکلین استفاده کنین مریضایی که ایجاب بستر شدن به شفاخانه میکنه میتونین که از مکرولایت پلاس بیتالاکتم و همچنان میتونین از فلورو استفاده کنین سوال عمده که همیشه توسط دکتران جوان مطرح میشه کدام یکی از این مریضا ایجاب بستر شدن میکنن. البته باید به خاطر داشته باشین ما می تانیم که از نومونیا سیویرتی اندکس استفاده کنیم که در اینجا برای شما نشان داده شده و یا ای که از کریتریای کورب 65 سکورینگ سیستم استفاده کنیم البته در کورب 65 سی از آلت کانفیوژن یو از یوریمیا یا بلند بودن بی یو آر تکپنیا و یا ریسپراتوری ریت بالاتر از سی در یک دقیقه باشه بی از پایان بودن فشار خون و یا هایپوتنشن 65 عمر مریضا را نشان میده. اگر که دو از این فاکتورها در نزد مریض دیده شوه معمولا مریض ها ایجاب بستر شدن میکنند. کمتر از اونم خانه رخصت می کنند. اگر که سی و یا بالاتر از این فاکتورها در نزد مریض دیده شوه ایجاب انتنسیف کیر یونیت بستر شدنش می کنن. البته سویرتی اندکس آف نمونیا هم فوقلاده مهم می باشه اگر یکی از فکتورهای پایانی در نزد مریض وجود داشته باشه شما مریض نمی تانین که به خانه رخصت کنین یعنی باید چکاب در نزد مریض صورت بگیره که کدام آلت کانفیوژن نداشته باشه لاکتیک اسیدوسس نداشته باشه ویتا ساین مریض نرمال باشه دیکامپنسیتید کوموربید کاندیشن نداشته باشه پرو کمتر از 0.25 گرام پر دیسی لیتر باشه و همچنان اکسیژن سچوریشن مریضا بالاتر از 90 فیصد باشه در او وقت است که شما مریضا را میتانین که به خانه رخصت کنین در قسمت دیگنوستیک اپروچ مریضای کمیونیتی اکوایت نومونیا بر علاوه یورین سپیسیفیک انتیجن فور و استرپ بلد کلچر در ای اواخر پی سی آر هم توصیه می گرده که در ظرف یک تا دو ساعت نه تنها بکتریا بلکه چارده وایرس مختلفه را در نزد می تانه به سرعت تشخیص بده. در قسمت تداوی مریضای کمیونیتی اکوایت نمونیا اگر گایدلاین های مختلف را ها مورد مطالعه قرار بدین شما میتونین یکی از آنتی انتیبایوتیک های بالا امرو با ازترومایسین یعنی سفتریاکسن 1-2 تا گرام روزانه سفتاکسیم 1-2 تا گرام افری 8 آور سفتارولین 600 میلی گرام افری 12 آور و همچنان ایونسین 1.5-3 تا گرام افری 6 آور امرو با ازترومایسین 500 میلی تلگرام روزانه می شروع انتیبایتیک در نزد مریضا کلینیکل ریسپانس فوقلاده مهم می باشه یعنی بعد از افتاد دو ساعت شما می در نزد مریضا سگنفیکن ریسپانس ببینین. اگر مقابل انتیبایتیک در ظرف افتاد دو ساعت رسپاند نمی به نام نن ریسپاندرز یاد میشه. سوال دیگه که همیشه مطرح همیشه چی وقت به اورال انتبایتیک باید شروع کنین با مجردی که وضع مریضا بهبود حاصل میکنه تا و مریضا پایین میشه شما میتونین که آیفی وی انتبایتیک با اورال انتبایتیک تبدیل کنین البته باید که جی آی تراک انتاکت باشه سوال دیگی که دکتر جوان ما مطرح می کنه دوریشن تریتمنت در مریضای کمیونیتی اکوایت نمونیا چی مدت می باشه معمولا پنج تا اف روز ایجاب تداوی می کنه. لانگر دوریشن آف تریتمنت وقت در نزد مریضا توصیه می که مریضا مقابل تداوی رسپاند نکنند همچنان اکسترا پولمنری انفکشن در نزد مریض دیده شوه مثل مننجایتیس و اندوکاردایتس همچنان باید به خاطر داشته باشین بعضی از ارگانیسم ها یا میکروب ها مثل سویدموناس اوریجینوزا استاف اوریوس لیجنل نمونیا پی سی پی نومونیا, دوریشن تداوی طولانی تر می باشه همچنان در مریضای نکروتایزینگ نمونیا لانگ اپسس و امپی ما هم ایجاب لانگر تداویره می کنند همچنان باید به خاطر داشته باشین در اشخاص موسن معمولا بعد از 7 یعنی تا 12 هفته یعنی 3 تا 4 ماه بعد از تداوی نزد مریضا ایجاب تکرار چست اکسری میکنند تا ای که اندالاین ملگننسی رول گرده یعنی اگر که اکسری مریضا امپروف نمی کند در نزد ازی مریضا باید فردر ورک اپ برای رول اوت صورت بگیره. البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم باید خاطر نشان کنیم که در این کیس یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریت های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن ماینات لابراتوری اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود دارد. که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین آیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین بناهن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و, و اسپیلینگ در اینجا وجود داره ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین این ای اشتباهات ما را افوه می کنیم همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفع ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا اتیاهو تماس آسل کنید تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم